أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. بعد از اینکه از تنزیه ذات اقدس الهی سخن به میان آمد که فرمود او سفوه است، منزه از شیخ و مثیل است، در حقیقت لیس کمثله شیخ است، باید برهان اقامه کند که چرا خدا لیس کمثله شیخ است. نمونه اول لیس کمثله شیخ این است که هدایت جوامع بشری از راه وحی و الهام و علم بوده اوست. علم یه حقیقت وجودی است و نزد هیچ کسی نیست مگر از نزد خدای سبحان نازل می‌شود و وسیله وحی این علوم به جوامع بشری منتقل می‌شود. بعد به خلقت می‌پردازند، می‌فرمایند که مجموعه این نظام هستی را خدا آفرید. اونگاه به خلقت انسان، به خلقت دام، به خلقت باران و مانند اون که مخلوقات جزئی اشاره میکنن. این خلقت چه برهانی است بر این که او سفوه است؟ میفرمان به این که چند چیز و ذات اقدس الهی در قرآن به صورت بیان و رشد ذکر کرده. فرمود زنده و مرده یکسان نیستند، نور و ظلمت یکسان نیستند، ذل و حرو یکسان نیستند، عالم و جاهل یکسان نیستند، لن تستوی الاحیاء و الاموات و الظلمات و النور و الذل و الحرور هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این چهار طایفه ناظر به نفی مساوات زنده و مرده، ذل و حروب، ظلمت و نور و عالم و جاهل است که اینا رو همه می فهمن. بعد از اینکه ذات اقدس الهی ثابت کرد خلقت مخصوص اوست و غیر خدا به هیچ وجه سهمی در خلقت ندارن، در همین سوره مبارکه نه زمینه رو فراهم کنن تا در آیه 17 همین سوره بعد از این مجموعه نتیجه گیری کنند و من افمن یخلقو کمن لا یخلق این لا یستبل خالق و غیر خالق. پس غیر خالق شبیه خالق نیست، مساوی او نیست، پس لیسه کمثله شیء، چون هر که در آسمان و زمین است مخلوق است و خالق همه این هم ذات اقدس اله است و هیچ موجودی سهمی در آفرینش ندارد. اگر این است هل یستر الخالق و غیر الخالق، پس او سبوه است از شریک داشتن. دیگری سهمی از ربوبیت ندارد، سهمی از الوهیت ندارد. این مجموعه واحدی است برای اقامه برهان. بعد این که فرمود خلق از سماوات و الارض برحق تعالی اما یشرکون، و بعد این به منزله تیتر متن است. این متن را شرح میکنم. مجموعه آسمان و زمین شامل انسان، حیوان، گیاهان، باران و مانند آن میشه. اینها را یکی پس از دیگری ذکر میکنن، لیل و نهار را ذکر میکنن. بعد آیه 15 و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، کوها را ذکر بکنن که این زمین در حال حرکت لرزه‌ای نداشته باشد که بالاخره شما را نتوانید زندگی کنید. یک سلسله جبالی آفرید، آفرینش این سلسله جبال به منزله میخوب شدن این زمین است که و وقتد به سخوره میدان ارزه، میدان یعنی استراب، استراب زمین را با این اوتاد و رواسی حفظ کرد.
بعد نتیجه گیری کرد افمن یخلقو کمن لا یخلقو. این مشکین هم در قیامت اعتراف میکنن، میگن ما بیراه رفتیم، بلکه خالق را با غیر خالق یکسان دانستیم، غیر خالق را مساوی خالق دانستیم، ما ستم کردیم، بد رفتیم، بد گفتیم. از نسوی کم برب العالمین، اینا اعتراف میکنن، میگن ما شما را معادل رب العالمین پنداشتیم، کاری که از رب العالمین میخواستیم از شما خواستیم، اگر تقرب بود مال او بود، اگر شفاعت بود مال او بود، اگر رزق بود مال او بود، چون ربوبیت مال او است. ما کجراه رفتیم که شما را همتای رب العالمین تلقی کردیم. از نسویکم برب العالمین، این که حاجت خود را از غیر خدا میخواهد، این خالق را با غیر خالق یکسان دانسته، رب را با غیر رب یکسان دانسته. هم اینها در قیامت اعتراف میکنند میگن از نسویکم برب العالمین، هم ذات اقدس اله در دنیا فتوا به عدم تسبیه داد. این فتوا به عدم تسبیه احیای فطرت است، این حکم تعبدی نیست که خدا بفرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این استدلال منطقی است که از بدیهی به غیر بدیهی منتقل میشن. الان مورد شک است که آیا از فرشته یا غیر فرشته کاری ساخته است یا نه. البته جهله از وثنی